نفته آیا سازمان مجاهدین را از لیست وزارت خارجه خارج می کند یا خیر؟ و افزود این سازمان از سرنگونی ملاها و جایگزینی آنها توسط یک حکومت دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت و عاری از سلاح اتمی حمایت می کند. گذشته از این، نامگذاری مجاهدین خلق ایران در این لیست برای اعدام‌ها و جنایات سرکوبگرانه ملاها فراهم کرده است. در ماه ژانویه رژیم ایران جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را به خاطر جرائمی شامل فیلمبرداری از تظاهرات در آستانه انتخابات تقلبی 2009-1388 و دیدار از فرزندانشان در شهر اشرف اعدام کرد. سابقه دولت مالکی در مورد اشرف تیرو تار بوده است. دولت مالکی یا فعالانه با نیروی قدس رژیم ایران در سفارت آن در بغداد همکاری کرده است یا اینکه در حالی که عوامل نیروی قدس به طور فیزیکی ساکنان اشرف را مورد حمله قرار دادند و آنها را با پخش تبلیغات از 180 بلندگو که درست روی نرده‌های بیرون اشرف نصب شده مورد اذیت و آزار قرار دادند. مایکل موکزی با اشاره به حکم دادگاه استیناف واشنگتن مبنی بر ضرورت بازنگری در این نامگذاری تاکید کرد زمان آن فرا رسیده است که سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست وزارت خارجه حذف شود. شیخ کل عشیره آلبوناصر در استان صلاح الدین عراق با صدور بیانیه اعلام کرد از طرف خودم و شیوخ و معتمدین استان صلاح الدین تجاوزات علیه ساکنان کمپ اشرف و نقض حقوق بشر در این کمپ را محکوم می‌کنیم. ما همچنین محاصره‌ای را که از 2 سال پیش با حمایت کمیته سرکوب اشرف بر ساکنان اشرف اعمال شده را محکوم می‌نماییم. از این رو از سازمان‌های بین‌المللی و تمامی سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که برای پایان دادن به این تجاوزات وارد عمل شوند. از نیروهای آمریکایی هم می‌خواهیم که حفاظت ساکنان کمپ اشرف را به عهده بگیرند.